اجاق رو روشن میکنم، حرارت متوسط رو به پایین باشه تا این حد. اینجا یک عدد سیب زمینی متوسط رو به درشت رو با رنده ریز رنده کردم اضافه میکنم. میخوام شوربای نخود به روش مادر بزرگم به شما عزیزان آموزش بدم. یک عدد پیاز درشت بایستی به این صورت رنده بشه و اضافه کنید. این شوربا برای سرماخوردگی، برای سیستم دفاعی بدن بسیار مفیده. حتما تهیه کنید و نوش جان کنید. یک حب سیر درشت رو هم باهاش رنده کردم و اضافه کردم. فراموش نکنم که این رو هم بگم. چرا سیب زمینی رو و پیاز رو به این صورت رنده کردم؟ به خاطر اینکه سیب زمینی و پیاز باعث غلظت سس این غذا میشه و هر چقدر ریزتر خورد بشه و پوره بشه نتیجهش به مراتب خیلی بهتر میشه. دیدید که روغن اضافه نکردم به این غذا و دارم یک مقدار سیب زمینی و پیاز و سیر رو تفتش میدم. دو پیمانه نخود دارم که این نخود رو مدت 24 ساعت در آب خیس کردم. این رو هم اضافه میکنم و قشنگ اینا رو با هم دیگه تفت میدم. این شوربا یکی از شورباهای خیلی خوشمزه است که اگر شما درست کنید میبینید چقدر از این غذا لذت ببرید. شوربای نخود اسمش هست و به سبک و سیاقیه که مادر بزرگ من توی خونه ما میپختن. البته ایشون سیب زمینی رو به صورت درسته، یعنی سیب زمینی رو به همراه پیاز به صورت درسته مینداختن، با نخود میپخت و بعد سیب زمینی و پیاز رو در می آوردن، پوره می کردند و اضافه می کردند به این غذا. ولی من فکر می کنم این مدلی نتیجه بهتره. حالا باید ببینیم روش مادر بزرگم بهتر بود یا روش من. بهتره که مدت 5 دقیقه این مواد رو روی حرارت کم تفتش بدید تا بوی خامی سیب زمینی و پیاز گرفته بشه. خب حالا 2 لیتر آب جوشیده من اضافه میکنم و میذارم شوربای نخود من یواش یواش بپزه. دور ظرف رو کاملا پاک کنید تا پیاز و سیب زمینی به دور ظرف شما نچسبه. درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم اینجا با حرارت بسیار ملایم بپزه. شاید حدود 2 ساعت وقت نیاز داشته باشه که بپزه، بستگی به جنس نخود شما داره. من نخود رو با 1 عدد پیاز برای مدت 24 ساعت توی آب سرد خیس میکنم و همین عمل باعث میشه هم بوی زخم نخود رو میگیره و هم باعث زود پختن نخود میشه. حالا شما هم میتونید امتحان کنید، بعد نظرتون رو بنویسید. من که این مدلی درست میکنم و نتیجه هم خوبه. به کار اضافی دیگه نیاز نیست، فقط میذارم این نخود به مدت 2 ساعت با حرارت بسیار کم بپزه. بسیار خوب، بذارید یه سری به این غذا بزنیم. بخواه عالی. وقتی نخود میپزه یه بوی بسیار خوبی داره، یعنی از بوی نخود شما متوجه میشید که پخته. ببینید غلظت این سس رو ببینید. وقتی سیب زمینی کاملا میپزه یه غلظت خیلی خوبی به نخود شما میده. تا این لحظه من نه نمک نه فلفل هیچ چیزی به این غذا اضافه نکردم. الان میخوام بهش نمک و فلفل بزنم. من از فلفل پرک شده استفاده میکنم. شما از هر فلفلی که دوست دارید استفاده کنید. این فلفل تنده و بدن رو میتونه پاکسازی کنه، چرا که پر از پروتئینه این غذا. مخصوصا زمانی هم که فلفل بهش اضافه میکنی باعث میشه که بدن شروع کنه به عرق کردن و سموم رو دفع کنه. خیلی کم،
اندازه یک چهارم قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه میکنم، خیلی خیلی کم. امکان داره سوال بشه بگن الان بوی زردچوبه بلند نمیشه؟ نه، به خاطر اینکه زردچوبه بعد از چند دقیقه پختن بوی زخم خودش رو از دست میده و مخصوصا برای این ایام خیلی خوبه که شما زردچوبه این غذا رو یک مقدار بیشتر بریزید. یک قاشق چای خوری هم بهش نمک اضافه کردم. اگر سرماخوردگی دارید، اگر اومیکرون گرفتید یا هر چیز دیگه ای که مختص به این بیماری جدید هستش، به نظر من شما تا نصف قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه کنید، چرا که یک آنتی اکسیدان بسیار قویه و برای بدن هم بسیار مفیده. درب ظرف رو میذارم و 10-15 دقیقه میذارم که بپزه و بعد در نهایت مواد دیگر رو بهش اضافه میکنم و بعدش هم میره برای سرو. بسیار عالی. ببینید چه رنگ قشنگی گرفت. هم از نظر رنگ زیبا میشه، هم از نظر سلامتی. حتما زردچوبه رو اضافه کنید. و الان اینجا من از مثلا 7-8-10 شاخه گشنیز استفاده کردم، به علاوه 2-3 شاخه کوچیک نعنا. 2 قاشق فعلا اضافه میکنم. 2 قاشق غذاخوری مخلوط گشنیز و نعنا، 3 شاخه نعنا و 10 شاخه گشنیز کافیه. حرارت رو خاموش میکنم، میره برای سرو. شوربای نخود آماده شد به سبک و سیاق مادر بزرگ من که بسیار خوشمزه این غذا رو درست میکردن. برای این دوران که دوران اومیکرون و اینجور چیزهاست بسیار مفیده، مخصوصا برای دوستان ورزشکار. این غذا بسیار مفیده چرا که دارای پروتئین زیادی هست. دوستان عزیز وشتگیاه، این غذا رو حتما درست کنید، خیلی خیلی خوشمزه و بسیار هم راحته. حالا یک مقدار آب لیمو بهش اضافه میکنم. تا فراموش نکردم، چون میخواستم ازش عکس بگیرم، یک مقدار هم بهش روغن زیتون اضافه کردم. 1 قاشق غذاخوری. اگر دوست ندارید میتونید حذفش کنید. ببینید چه رنگ قشنگی داره. غلظت سس رو ببینید، سیب زمینی توی این غذا قشنگ له شده و به صورت پوره در اومده. پیاز و سیب زمینی. این غذا بسیار مفیده برای زمان بیماری یا سرماخوردگی. حالا با اجازتون من مزه کنم تا بهتون بگم طعمش چجوریه. ببینید چه رنگی داره. توی این هوای سرد خیلی مزه میده. به سلامتی خودم و خودتون. واو، خیلی خوشمزه است. حتما درستش کنید و گشنیز و نعنا رو حتما بریزید. اگر دوست ندارید گشنیز بریزید میتونید جعفری بریزید به همراه نعنا. خیلی خوشمزه است. درست کنید بعد میبینید درست میگم. یک غذای ساده اما بسیار خوشمزه. اگر مایل نیستید که سیب زمینی و پیاز رو رنده کنید، میتونید حتی سیب زمینی و پیاز رو مثل مادر بزرگ من به صورت 4 قاشق یا درسته بندازید داخل این غذا، چون 2-3 ساعت طول میکشه که بپزه. بعد میتونید از ظرف خارجش کنید پیاز و سیب زمینی رو و در یک کاسه لهش کنید، با آب نخود مخلوط کنید و برگردونید توی قابلمه که با هم دیگه قشنگ بپزن. این هم میتونید انجام بدید، کاری که مادر بزرگ من انجام میدادم. خیلی خوشمزه است. درست کنید و نوش جان کنید. اگر از این ویدیو چیزی آموختید،
اگر این ویدیو به دردتون خورد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو اشتراک گذاری کنید، دکمه لایک هم اگر دوست داشتید بزنید. در هر صورت خیلی ازتون ممنونم و تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون. چقدر خوشمزه است.